با درود بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 26 ماه می برابر با 5 خرداد سال 1393 و 26 رجب 1435. عرض میکنم در روزهای دوشنبه در مدت قریبا یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تیترش، عنوانش مقالطات هست. حالا بعض اوقات مقالطات مطرح میشود، بعض اوقات نمیشود و بیشتر اوقات سعی میکنیم که از این مطالب تاریخی که به خورد ما دادن، اینها مشکلات عقلی و استدلالیش رو برای هموطنان توضیح بدیم. اجازه میخوام یک غزل ناب از پیغمبر اولوالعزم حافظ شیراز برای شما بخوانم. از اون غزل هاست، میفرماید: تنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از اون شد که نصیحت شنود، مگرش همز سر زلف تو زنجیر کنم. اون چه در مدت هجر تو کشیدم، هیها در یکی نام محال است که تحریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تغییر کنم. اون زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دین و دل را همه در بازم و توفیر کنم. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. این زبان حال ملت ایران خواهد بود بعد از سقوط این رژیم. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. یعنی 1400 ساله گوش به تزویر و دروغ شما کردم، اما از امروز دیگر گوش به تزویر تو نخواهم کرد. محال است، دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تزویر کنم. بعد خدمت شما عرض میکنم که قرار شده است که ما در هر دوشنبه یک شهری از شهرهای ایران رو به خدمت شما معرفی کنیم. امروز شهر سنندج در کردستان رو قرار کنم که در بابش صحبت میکنیم، تا اونجایی که توانستیم اطلاعات به دست بیاوریم. و دوشنبه آینده در باب یزد صحبت میکنیم. کردستان از قدیمترین ایالات ایران است. نخستین حکومت ایرانی در همین منطقه تشکیل شده است. این آثار عهد عتیق که در کردستان پیدا شده است از مدنیت خیلی دیرپا عرض کنم که حکایت دارد. استان محروم کردستان، مردم دلاور و غیرتمند کردستان، از این حکومت‌های مرکزی جز بمب و سرنیزه و در واقع تبعیض و اختناق و فقر چیزی ندیدن در این عرض کنم که دوره جدید، در این دوره حکومت‌های مدرن به اصطلاح. بله، و به محض اینکه آزادی‌خواهی پیدا شود در کردستان که نگاه بکند به این اوضاع احوال فقر و بیچارگی و این خشونتی که توأم با فقر هست و بخواهد اعتراضی بکند، این آقا جدایی طلب هست و میخواهد ایالت کردستان درست کند. بفرستیم چند تا پاسدار بکشند، اینها رو بمباران بکنند. این داستان ادامه داشته است در واقع، کشتن دلاوران کردستان، رهبران کردستان، کسانی که مورد علاقه مردم دلاور و نازنین
کرد ما بودن و ما بایستی همه دست دعا به درگاه این الله بی نیاز بلند کنیم، یکی یک روزی عدالت در واقع سرتاسر این مملکت رو زیر شاهبر خود بگیرد و ما بدون تبعیض بتوانیم در کنار هم زندگی بکنیم مانند همه مردمان متمدن جهان. خب شهر سنندج را به علت واقع شدن در دامنه کوه در قدیم سنه می‌خواندند و چون قلعه اون از لحاظ نظامی اهمیت زیادی داشته، اون را سندش پرانتز یعنی قلعه‌ای در پای کوه می‌نامیدند که کم کم به سنندج بدل شد. ژاک د مورگان که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران آمده، همه جا از این شهر با نام سنه یاد کرده است. سنندج که از شهرهای کهن و مقدس است، به آیین مهر و زرتوش در این بخش ایران باز می‌گردد. ارتباط این شهر و نواحی مجاوران با اساطیر پهلوانی آریایی از اهمیت و قدمت این شهر حکایت می‌کند. شهر جدید سنندج در دوره صفوی و در روزگار شاه صفی در سال 1046 هجری قمری توسط سلیمان خان اردلان پایگذاری شد. اردلان ها میدونید خاندان بزرگ هستند در کردستان و خاندان های بزرگ دیگر که در واقع در راه گسترش و آبادی کردستان در واقع زحمت کشیدن، چند تنی رو بنده میشناسم. بعد میرسیم به پیشینه. از پیدایش و بنای شهر سنندج زمان زیادی نمیگذرد. در سال 1046 هجری قمری سلیمان خان اردلان به انگیزه نظامی و ایجاد مرکزیت سیاسی برای حکومت، هسته اولیه سنندج را بر روی تپه‌ای در کنار روستای سینه بنا نهاد. این شهر تا سال 1340 دارای حالتی از شهرنشینی ایستا و طبیعی بوده است، ولی از این دور به بعد شهر از حالت ایستایی و شهرنشین خارج شده و وارد محله شهرنشینی سریع می شود. بله، به طوری که از این دوره تا سال 1357 رشد کالبدی شهر معادل دوره 350 ساله تاریخ شهر بوده و جمعیت آن نیز دو برابر گردیده است. از سال 1345 به بعد بیش از 800 هکتار از زمین های کشاورزی و دبایران به محدوده شهر ملحق شدند. ضمن اون که اراضی کشاورزی روستاهای گریزه یا گریزه، نایسر، دوشان، حسن آباد، خانه‌ها و قشلاق هم مورد هجوم واقع شده و یا تغییری در آنها داده شده است. شهر سنندج در زمان قاجار و نمایی از آبیدر با شکلی محله‌های اصلی به تدریج مهاجران روستایی و اشعار کم درآمد شهر که از وابستگان بلافاصل فئودال‌ها بودند در خارج از محدوده محله‌های مرکزی مستقر شدند و سکونتگاه‌های پیرامونی شهر سنندج را به وجود آوردند که همکنون جزئی از بافت قدیم شهر محسوب می‌شود. محله‌های جوراباد بالا و پایین همسو با چنین روش شکل گرفتند. حالا ممکنه جوراباد باشه. به دنبال اجرای اصلاحات ارضی در سالهای آغازین دهه 40، ساختار اجتماعی اقتصادی شهر سنندج همانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران دستخوش تغییرات جدی می شود. در واقع روز اولیه اسکان رسمی شهر سنندج در سالهای 45 تا 55 تشکیل می یابد و در اواخر این دوره به وضوح و روشنی در ساختار کالبدی شهر نمایان می شود. بیشترین مهاجرت به سمت شهر در فاصله سالهای 1355 تا 1365 اتفاق بیفتد که اوج بحران‌های سیاسی اجتماعی به ویژه در کردستان است. بنابراین رویدادهای سیاسی اجتماعی به مثابه عاملی در جهت تسهیل روند مهاجرتی عمل می‌کند که بر نظام اقتصادی اجتماعی جدید که از دهه 40 شکل بود مبتنی است. جمعیت سنندج در این دوره به بیش از دو برابر رسید. حد بسیار زیادی از این جمعیت در سکونتگاه‌های خودرو همچون عباس آباد در امتداد محور شمالی شهر و تقتقان در امتداد محور شرقی استقرار می‌یابند. اطلاعات موجود نشانگران است که محله‌های عباس آباد و کانیکوزله که مهمترین سکونتگاه‌های نابسامان در شهر سنندج و چهارشهر قبل از 1355 وجود نداشتند. در شمال شهر نیز محله‌های تقتقان، اسلام‌آباد،
به گردیگرول که من معنیشو نمیفهمم به طور عمده پس از این سال شکل گرفته است با شکلی گسترش محله های غیر رسمی در فاصله های 35 تا 65 فاصله برخی از روستاها تا به شرق به وسیله سکونتگاه های نابسامان و محله های حاشیه شرق غربی پر شد. از این نمونه میتوان به روستای حاجی آباد در شرق اشاره کرد. با آمدن مهاجران جدید نسل های گذشته آنان به تدریج به سمت مرکز شهر و بافت قدیم حرکت کردند و عملا بخشی از بافت قدیم شهر که مناطق حاشیه میبرندند به محل استقرار نسل های قدیمی و مهاجران بدل شدند. یعنی خصوص تمام به محل های شمال شهدا پیر محمد و بهارمست گلشن و چم حاجی نسه اشاره کرد که غالب آنها جزء بافت قدیم شهر بودند و بخشهایی از اون که محله های حاشیه شمالی و شرقی پیوستند و به صورت سکونتگاه هایی با شرایط و امکان نسبتاً بهتر برای نسل اول مهاجران در آمدند. افزون بر این در تپه موسوم به قفور در مرکز بافت جدید شهر در سالهای اول انقلاب گروه از مهاجران اقدام به تصرف زمین های اطراف تپه مذکور کردند و سکونت های خود رو به وجود آوردند. بعد میرسیم به تاریخچه از منطقه سنندج. منطقه سنندج منطقه چهار قرن تحت حکومت حکام موروثی خاندان اردلان بود که نسبت خود را به ساسانیان رسانیدند. خانواده اردلان به جز یک وقفه کوتاه در سراسر دوره ساسانی قدرت را در دست داشتند. در دوره زندیان سنندج به تسخیر حکومت زندیه در آمد. پس از یک دوره هرج و مرج و جنگ که به تخریب سنندج انجامید، خسروخان اردلان ملقب به کبیر در سالهای 1368 تا 1244 در سنندج مستقر شد. آقا محمد خان قاجار به پاداش حکومت حکومت فلانجا و فلانجا را به او داد. از سال 1440 هجری قمری امان‌الله خان اردلان پسر خسرو خان در سنندج حکومت کرد که در این مدت اصلاحات زیادی برای آبادانی و امران شهر سنندج به عمل آمد. در واقع زمانی اتفاق خوب می افتاده است که یک آدم محلی از بزرگان کردستان در اونجا حاکم بوده است. امان‌الله خان کبیر پسری به نام خسرو خان ناکام چون جوان شده است داشت. او به خاطر توانایش در سواد و ادبیات مشهور زبان زد. پس از او در زمان پسرش رضا قلی جنگ و منازعات میان خانواده اردلان گسترش پیدا کرد و برادر امان‌الله خان معروف به غلام شاه خان در سال 1265 تا فلان حکومت کرد تا 1284 تا آخرین وارث حکومت اردلان ها در کردستان بود که البته مثلا خیلی بلند هست بسید کنم اشاره بود احتمال کافی در باب شهر زیبای سنندج و در اینجا کاغذ دیگری بنده دارم خدمت عرض میکنم که این روز هم مصادف است با وفات حضرت ابو طالب عموی گرامی پیغمبر اسلام. حضرت ابو طالب ابن عبدالمطلب من امروز میخونم چگونگی مسلمان نشدن ابو طالب رو از تاریخ خدمتتون خواهم خوند. میگوید در سفری حضرت محمد را برای تجارت با خود به شام برد، بشارت پیامبری اون حضرت از راهبی به نام بهیرا یا بهیرا شنید و در حراست از پیامبر تلاش بیشتر از خودش نشان داد. اینم از اون مقالطات به حساب بیاری. بله. پس از بعثت نیز ابو طالب یاور و کشتیان همیشگی پیامبر بود و در حمایت از ایشان دریغ نمی کرد. ابو طالب در حالی که با دیگر مسلمانان در محاصره مشتگان مکه بود در گذشت. در همون سال حضرت خدیجه همسر با وفای پیامبر وفات کرد و رسول خدا بر اثر شدت غم و اندوه اون سال را عام الحزن یعنی سال حزن اندوه نامید و در چند روزی نیز اولین اکتشاف نفت در ایران بوده که کاش نمیشد در سال 1287 بوده در پنجم خرداد در مسجد سلیمان چاه شماره 1 در نفتون و من اونجا بسیار بودم در عمق 600 متری به نفت خورد و بدبختی ما به لحاظ سیاسی از اونجا آغاز شد و نفوذ انگلیس به دلیل اینکه استعمار انگلیس برایش صرف نمی کرد که وارد ایران شود و تأسیساتی که به عنوان مثال در هند گسترده بود بگستراند. اما با پیدایش نفت ما یک علت وجودی پیدا کردیم از این استعمار و دست انگلیس از یک سو و روسا هم به رقابت از سوی دیگر به کشور ما دراز کردن. یکی از
علل عدم پیشرفت فرایند دموکراسی هم همین وجود نفت ملعون بوده است. خب پس شما عرض میکنم چون درد اصلی ما استبداد است، هموطن ما اسیر هستیم، ما مردمی هستیم اسیر متاسفانه و نتوانستیم علی رغم تلاش های پی در پی این زنجیر اصالت رو بگسلانیم و آزاد زندگی کنیم. بنده معتقد هستم ملت بزرگ و شریف و تاریخی ایران چنانچه در واقع اداره کشور به دستشان بسید، یعنی اگر ما حاکمیت ملت داشته باشیم، ولایت ملت حاکم باشد، ایران در کوتاه مدتی کشور بزرگی خواهد شد و نخبگان بزرگی در جمیع زمینه ها از سیاست تا علم گرفته در ایران بزرگوار ما بروز و ظهور خواهد کرد. اما تا روزگاری که ما گرفتار استبداد هستیم، ببیشه این استبداد عقب مونده و فرومایه آخوندی، عرض کنند که کار ما به جایی نخواهد رسید. داستان استبداد بسیار قدیم است. در واقع استبداد از اینجا آغاز می شد که یک عده می آمدن از مردمان در کنار یک رودخانه، معمولا مدنیت ها کنار رودخانه ها بوده یا کنار دریا بوده، می آمدن ابتدا از سر کشاورزی، بعد حرفه های مختلف پیدا می شد، بعد ثروت ها جمع می شد آمدن و بعد دشمن این ساختار اجتماعی و اقتصادی نومده ها بودن، یعنی عشایر خودی و بیگانه، کما اینکه آریاییان که آمدن به ایران عشایر بودن. عشایر یعنی کسانی که با احشامشون زندگی میکنن، با گوسفندان، نمیدونم شترها، نمیدونم عرض کنم که سایر گاوها، اینها متحرک هستن، تولید مدنیت نمیکنن. معمولا این است که اینا حمله میکنن، ببینن که اون کسانی که ساکن هستن و زارع هستن چه دارن غارت بکنن، و از این زمینه رفته رفته اولین دیکتاتوری ها به وجود آمده است. یعنی یک کسی پیدا شده است، با اعوان انصار میریختند و یک عرض کنم مملکتی به کشوری رو میگرفتند و کنترل میکردند و بساط استبداد رو میگسترانیدند و حکم حاکم اونجا جاری و ساری میشد. البته دوستان داشتن، اتاق فکر هم حتما داشتن اینها، و مدنیت ها از این طریق عرض میکنن که شروع میکرد به رشد کردن، مثل اون چهر بابل بود و سومر بود و نمیدونم جاهای دیگه، اکر میگوییم، و ایران خودمان و مصر و جاهای دیگر مدنیت ها و استراب دستور مستبد بود، کمی که امروز فصل خطاب سخن آقای علی خامنه ایست، مستبد ایران، خداوند ایران. منتها اونها رو میتوانیم با دیکتاتورهای عرفی بنامیم، دیکتاتورهای عرفی متناسب با این وضعیت در بیابونها هم اتفاقاتی میافتاد. یه عده پیدا میشدن عرض میشود که به نام پیغمبری، در بیابان شما نمیتوانید استبداد به وجه که در شهرها هست ایجاد کنید. در بیابونها فقط از طریق برابری و برادری، چون کسی آدرسی نداره که شما پیداش بکنید، که مردم متحرک هستن در بیابونها با این شطورها از این سو به اون سو، بنابراین به میان انداختن داستان مساوات، چون که در اسلام هست برابری و برادری، این یک ترفندیست برای جمع کردن مردم و بعد قول این که ما به حق هستیم، برابریم و برادریم و زیر سایه این برابری و برادری ما حق داریم بریزیم اموال دیگران رو بگیریم و بخوریم و کار رو توسعه بدهیم. و در این جور مکان ها عرض کنم اون شخصی که پیدا می شود می گوید که هر چی می خواهید از من بپرسید، من کسی هستم که از آسمان اومدم و خدا توسط نمایندگانش هر شب به من پیغام میده و اون قوانینی که مد نظر اوست متناسب با شرایط جامعه به نام خدا عرض میکنن که به مردم تحمیل میکنن، چون نظام دادگستری هم نداره برای اجرای این قوانین،
خدا رو میکند مأمور اجرا، در واقع خدا تشکیلاتش، جهنمش، اون چماقدارانش، اینها اگر چنانچه شما از این دستورات که اینا تکالیف شماست و وظایف شما سرپیچی کنید و در واقع از این راه فراتر روید، عذاب علیم منتظر شماست برای همیشه و در اون جهنم همیشه خواهید بود. این میشد در واقع نظام دادگستری اون پیغمبره که می آمد، چون کسی نداشت کار، کسی نداشت. و بعد در واقع این استبدادی خدا، داستان استبدادی خداوند یک عیب عمده داشت، بدون جهت که اون کسی که می آمد و ادعا می کرد که این چیزهایی که من می گویم من از خودم نیست، اینها رو خدا می گوید و اون چه می گفت متناسب با وضعیت روزگار خودش بود، شرایط جامعه چگونه بود، مناسبات اقتصادی و سیاسی چگونه بود در روزگار اون پیغمبر، این دستورات رو که خودش ابداع اختراع میکرد البته، و اگر کسی جز این بیندیشد حتما بایستی که این مغزش رو ببره یه جایی نشان بدهد، اگر کسی باور کند که چیزی از آسمان میامده دستور اینا، بس که حتما بره مغزش رو نشون بده، متناسب با شرایط اجتماعی این قضایا. و مشکل بزرگی قضیه این بود که این پیغمبره میمرد، پیغمبر که میمرد ارتباط قطع میشد، دستورات همون دستوراتی بود که در همون زمان حیات اون شخص پیغمبر بر جامعه حاکم میشد، و چون اون مرده بود و ارتباط خدا هم قطع شده بود و بعضی کسان هم گفتن ما آخریش هستیم دیگه دستور نمیاد، این دستورات به فاصله اندک مدتی مثلا 10 سال عقب می افتاد از جامعه، چون شرایط جامعه تغییر می کرد، شرایط اقتصادی اون جامعه‌ای که اون دستورات عرض کنن که برای سعادتش آمده بود تغییر می کرد و اون دستورات عقب می افتاد از شرایط جامعه. و اون کسانی که بسیار مؤمن بودند و واقعا باورشان شده بود که اینها از آسمان ها آمدن و اینها جامعترین و کاملترین و بهترین دستورات هستن، سعی کردن شرایط جدید رو نپذیرن و شرایط رو بازگردانن به آن و به همون روزگاری که اون پیغمبر زنده بوده. ارتجاعیون اینها بودن در واقع، اصولگراها اینها که دائم بودن صدر اسلام صدر اسلام صدر اسلام. آقا صدر اسلام یه تاریخ کوتاهی بوده است با یک شرایط خاص و یک دستوراتی که گفتن، و دیگر جهان رو نمیشود بازگردان به شرایط صدر اسلام. این هست که هر میشود که چاره ای نبود، چاره فقط این بود که در واقع یا به زور شمشیر مردم رو برگردانن به اون شرایط که اساسا این خلاف در واقع حرکت جامعه بشری به طرف جلو است. انسان حیوانیست جلو رونده و کشف کننده و متفکر، نگاهش به جلو است، همواره تغییرات به وجود می آورد، کشف های جدید می کند، شرایط جدید تولید می کند. این است که نمی شود این جامعه رو برگردن به اون روزگار. اون پیغمبر هم که فوت شده بود دستورش مونده بود، مونده بود یک نوشته کتاب زیر بغل اون، آقا همه چیز دنیا، همه علوم جهان در اینجاست و ضامن کننده سعادت شما همه چیز در اینجاست و باید ما به این عمل بکنیم. این عرض می شود که دیکتاتوری موهوم ما بعد و طبیعه بوده که توسط پیغمبران تحمیل شد به جامعه بشر. این جامعه عربستان بیچاره این جامعه آزادی بود، اینا مردمان گردن فرازی بودن. آقا اینها اگر به طور طبیعی اینها گسترش پیدا میکرد این جامعه، احتمالاً وضعشون بسیار بسیار بهتر، چون سیاه‌ترین نوع استبداد امروز در عربستان هست، به جهت اینجا محل بروز و ظهور الله و دستورات او هست و تخطی از دستورات الله شما میدانید که چه مکافاتی دارد. شما تلون دینی و مذهبی در عربستان سعودی نمیبینید، در حالی که در همون مقطعی که اسلام ظاهر شده است از همه ادیان هر کس در هر جای دنیا زجر می‌کشد، در این منطقه خاورمیانه و اطراف رو عرض می‌کنم، میان بتون اعراب اینها
معدن نمیدونم آتشکده این زرتشتی رو خراب کنیم، یا نمیدونم معبد اون بودایی رو یا اون هندو رو تخریب بکنیم. نه، اینا با هم زندگی میکردن، یک تعداد بت هم داشتن و هرگز ما مناقشات دینی و مذهبی در روزگاری که اصطلاحا و به غلط جاهلی میگویند ما سراغ نداریم. نه، هم دیگر رو قبول داشتن، احترام میکردن. چند ماهی در سال رو صلح و آرامش بود، میآمدن اینا در واقع مسابقات سخن و سخنوری داشتن، خریدها میکردن. روزگار صلح رسید، ریشسپیدان عرب چنانچه مناقشات بین قبایل بود در این فاصله حل میکردن و بعد اینا خریدها میکردن. اشعاری تو که شعرهای بزرگ گفته بودن و به دیوار خانه کعبه آویخته بود، اینا رو بر میگرفتن و قبایل میبردن و یک زندگی طبیعی داشتن. یه نوع دموکراسی قبیله‌ای در اونجا حاکم بود. یک کسی که لایق‌ترین بود این رو می‌ذاشتن رئیس قبیله. و بعد از این مردم آزاده مردمانی به وجود آوردن در طماع و خونریز، طماع و خونریز. در دوران پیش از عرب به طوری که ابن عسیر، چون ابن عسیر بیشترین تحقیقات رو در باب جنگ‌های پیش از اسلام کرده است، ما می‌بینیم جنگ‌هایی که اتفاق می‌افتاده دو نفر، سه نفر، چهار نفر، ده نفر کشته می‌دادن. اما جنگ‌های بعد از اسلام چون برای قدرت بود و برای حکومت بود و برای ثروت بود، همچنان که امروز هست، و این آخوندها حاضرن نیمی از ملت ایران رو به قتل برسانند و این قدرت و این ثروت در دستشان بماند، اونها هم همین ها بودن، اینا هم همون ها هستن. هنوز در طرز تلقی و طرز فکر و نگاهشون به سیاست و قدرت تفاوتی نمی کنن. جنگ قدرت در گرفت به واسطه این که اینها با حمله هایی که می کردن این سو و اون سو و غارت ها ثروت ها جمع شده بود. عرض کردم عمر وقتی تاج کسرا رو دید شروع کرد به گریستن. گفتن ای امیرالمومنین، این عمر آدم بزرگی بوده، حالا بگذاریم مورد نفرت ایرانیان هست به سبب جنگ قادسیه، اما کمتر کسی به پای او رسیده است به لحاظ زهد و مدیریت، بی‌نظیر بوده. تو کرده گریه کردن که آقا ما لباس خسرو پرویز رو آوردیم، لباس انوشیروان، تاج انوشیروان رو ما دزدیدیم آوردیم، یه روزگاری ما رو به نوکری هم قبول نمی‌کردن این ایرانی ها. اینک تاج انوشیروان گریه میکرد. آن چرا گریه میکنی؟ گفت این وضعیت که من میبینم طمع رو بین ما اونچنان تحریک خواهد کرد که ما یکدیگر رو شروع میکنیم به قتل رساندن و کشتن به خاطر این ثروت ها که سرازیر شده است و ما توانستیم این مدیریت این دزدی ها رو بکنیم. و گریه میکرد عمر به خاطر این جریانات. بعد که این دین گسترش پیدا کرد، این دینی ها اون قدرت رو نداشتن که عرفی ها رو بیرون بکنن از سریر قدرت، به جهت این که دیکتاتور عرفی صاحب شمشیر بودن، اینها نبودن. این ملاها و آخوندها و اهل دین و اینا یک مش آدم های مفتخور بیار بودن که هیچ هنر و هیچ عرضه نداشتن، تو چه رسد به میدان جنگ و مسابقه برای قدرت. حالا داستان خلافت چیز دیگر است که خب بچیده شد. این است که اینا سعی کردن که تو امان با قدرت در واقع کار بکنن و استفاده ها رو از اون سو ببرن. این است که در واقع در سایه قدرت پادشاهان میزیستن این اهل دین، ملایان و آخوندها، و از دربارها پول میگرفتن، استخدام دربارها می شدن به عنوان قاضی القضات و به عنوان مدرسین و به عنوان متکلمین. اینها در واقع هرگز قدرت اون که بتوانند مردان بزرگ رو که همیشه در صحنه سیاست بودن، چه در حوزه مملکت خودمون چه جای دیگه، بیرون بکنن و خود بر جای اونها بنشینن، چنین اتفاق نمی افتاد. در روزگار صفوی یک آدم دلاوری مثل شاه اسماعیل بود و شاه عباس و اینا، آخوند کجا همچین عرضه‌ای داشت که بتواند که بیاد به میدان و به زور بخواد قدرت رو تصاحب بکنه. تا ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به ادبار و بیچارگی که یک دیکتاتوری عرفی بود در مملکت ما
دیکتاتوری میکرد، اما خودش رو نماینده خدا نمیدانست. آدمی میکشتن اما نبدین بس، ملت رو تحقیر میکردن اما نبدین حد. زندگی رو بر مردم حرام نکرده بودن، این همه غم و اندوه و بدبختی و بیچارگی و پریشانی و بیماری روانی در جامعه نیاورده بودن. سهل است که بساط خوشی و خرمی مردم رو هم فراهم میکردن. این جمعی دیکتاتوری خودمون داشتیم. حالا ما ملت دانا آمدیم چه بکنیم؟ آمدیم که کار رو بهتر بکنیم، که آقا این کشور حق ماست، حاکمیت این کشور در دست ما. باشد و چنین و چنان باشد و انقلاب کردیم. انقلاب که کردیم در واقع دوتا یکی شد، یعنی اون استبداد الله که از بیابانها آمده بود و اگر شما نگاه کنید آثار بیابانی بودنش از همه زوایاش لایق و آشکار هست، از نوع رفتارش با مجرمی. دستش رو ببرید، بعد که بریدید دست راستش رو، پای چپش رو قطع کنید، نمیدانم سنگسار کنید، شما ببینید آثار توحش، توحش خام، توحش خام رو شما تا این دستورات ببینید. حالا اون عرفی ها بابا دادگستری بود، نظام دادگستری بود. به قول این آخوند کدیوره، نمیدونم کیه، میگوید که آقا بازرگان و مصدق رو بردن در دادگاه نظامی. به چه دلیل؟ به دلیل اون که قضات شریف دادگستری در ایران در روزگار گذشته استقلال رأی داشتن. معنی دیگرش چه چیزیست؟ معنی دیگرش چیزی در اون روزگار دادگستری دادگستری بوده است و معنی واقعی. بنابراین برای این که اوامر دیکتاتور در واقع حکم نفاذ پیدا کند، به قول قدما چه می کردن؟ دادرسی ارتش سرهنگ بیچاره می شدن اونجا، خنون خور دولت سرهنگش یه زنگی می زنن آقا این آقا که میاد حبس ابد، اون آقا که میاد اعدام، این آقا که میاد. و بعد یک کسی هم می آمد، خب آدم نکشته بود، علیه دولت یه نامه غلط نامه می نوشت، آقا من اشتباه کردم، می گفت آقا بفرمایید تشریف ببرید منزل. با زندانی ها این کارها رو نمی کردن، نه که شکنجه نبود، بود، اما کاری که اینها دارن انجام میدن و انجام دادن که اینها در واقع هر دو رو یک جا توامان کردن، یعنی دیکتاتوریه عرفی رو با اون مهملات و لاطائلات و توحش دیکتاتوری مذهبی رو یکجا کردن و تخت و منبر رو با هم برابر کردن. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و امت شود. بریزند خون از پی خواسته، شود آبروی کسان کاسته. سر بیگناهان پی کام خیش، ببرند و دین اندر آرند پیش. امروز وضعیت ما این چنین است. و اینها یه آدم مثل علی شریعتی، همین آقای علی خامنه‌ای، گفتم علی شریعتی به اشتباه، علی خامنه‌ای میگوید من نماینده خدا که هستم هیچ، من سلطان سلاطین هستم و من جانشین پیغمبر هستم و من جانشین امام قایم هستم. و برای این که این سخن مهمل مشروعیت پیدا بکند، اینها بایستی اون دستورات عقب مانده رو اجرا بکنند تا این آقا مشروعیت پیدا بکنه. نمیشود که خانم های ایرانی که پیشرفته ترین زن های جهان بایستی قاعدتا باشن و هستن، با لباس باز و آزاد مثل سایر کشورهای پیشرفته در خیابان گام بزنن. این غیر قابل تحمله، چون اون موقع مشروعیت ولی فقیه از بین میره. اولین هدفی رو هم که مورد حمله قرار میدن زنان هستن. و
و شلاق زدن و سنگسار کردن و قصاص کردن و این حرف ها و این ادبیات لاطائل که از شدت انزجار موی به تن انسان راست میشه که میگن دیگه فلان کس رو به جرم اینکه محارب با خدا بوده است دارن اعدام میکنن. شما ببینید ما کار ما به کجا رسیده، مفسد و فلعرض بوده. آقا فاسدتر از آخوند و مفسدتر از آخوند شما سراغ دارید؟ بنده به آمار به شما نشون میدن که نمیتوانید پیدا کنید مفسدتر از آخوند. این ادبیات رو وارد ادبیات قانونی و قضایی کشور کردن که اون مشروعیت دینی بماند و این آقا بتواند بگوید من ولی فقیه هستم، اینم حکم عمامه و اینم ردا، اینم قرآنم، اینم دستوراتشه، بنابراین من مشروعیت از این میگیرم و از اون میگیرم و از الله میگیرم و از امام تهچا توی کنده در هر جا بوده. این است که دست و پایی که آدمای مثل خاتمی میزنن و این اصلاح طلب ها که تغییری به وجود بیاورن و مشروعیت رو از آدمهای مثل علی خامنه ای بگیرن و اون مشروعیت رو از نظر حکومت به ملت بدهند، امری غیر ممکن است. و این بدان میماند که کوشندگان آزادی در زمان هیتلر بخواهند وارد انتخابات بشوند و هیتلر رو پس بزنن و خودشون بشنن بشنن بر قدرت و هیتلر رو بس بزنن. خب هیتلر دست بر نمیداشت، چاقو کشان داشت. آقا تا این وضعیت برقرار هست و تا این قانون اساسی برقرار هست، هموطن، کار ما به جایی نمیرسه. این آقا امروز هم سلطانه هم شاهه. سلطان علی به او بگوییم اشتباه نکرده، پسرش هم ببینید با چه حرکاتی راه میرود و این اشوه و کرشمهی که از عمامه و از عباش و اینها از کنند که مشهود هست، معلوم میکند که چگونه ذهنیتی دارد این آقا مجتبی و چه ثروت ها به نام این هست در بانک های ایران و خارج و که اساسا از حساب کتاب بیرون هست. حالا چند آخوند هم داریم از کنم این سو و اون سو سخنانی میگوین، گوش میکنیم به حرفای این آقای کدیور که از آخوند هاست. خب ایشون هم بر صورت روحانیست. من تا زمانی که نمیدونم چرا، من تا زمانی یک کسی لباس آخوندی به تنش هست حرفاشو باور نمی کنم. اگر که روزی رسید که این چند تنی که هستن این لباس کلاشی رو به دور انداختن و مثل مردم عادی و معمولی لباس پوشیدن، اون موقع شخص بنده بیشتر اعتماد میکنم تا زمانی که با عمامه و اینا اون لباس عربی و اینا ظاهر میشن با لباس جنایتکاران، درست مثل کسی که لباس اس اس به تنش میکرد زمان هیتلر از آلمان میومد بیرون، یک نازی با همون لباس اس اس و صلیب شکسته میومد در باب دموکراسی صحبت میکرد و در باب آزادی مسموع نبود. این لباس امروز این مثل لباس اس اس هست، لباس جنایت هست، این دیگر لباس روحانیت نیست، این لباس کلاشی و دزدی و فساد و دروغ است. من درود میفرستم به اون مرد محترم بزرگوار مجتهد شبستری. بعد از مطالعات دمیه این مرد دانشمند لباس دزدی و کلاشی رو به دور انداخت و همه بزرگانی که از روزگار مشروطه از نوع کسروی و تقی‌زاده و اینها اول کاری که کردن بعد از مطالعه اوضاع احوال این لباس کلاشی و دروغ رو به دور انداختن. بذار فرما گوش کنیم به سخنان این آقای کدیور و چند مقاله هم دارد که در باب صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه. ندارم، ما محجور نیستیم که قیم بخواهیم. دقیقا معنای ولایت فقیه نوشتن در کتب فقهی همین آقایان
که مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر است، مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمیتوانند اداره جامعه خود را، امور خود را اداره کنند. میپندارند مردم در حوزه عمومی محجورند، رشید نیستند، مصلحت خود را تشخیص نمیدهند. باید کسی باشد به جای آنها تصمیم بگیرد تا گول شیطان نخورند، تا فریب شیطان نخورند. میگویند ما مصلحت شما را بهتر از شما تشخیص میدهیم. ما تشخیص دادیم موسوی رئیس جمهورمان باشد، میگویند غلط کردید. درست این است که احمدی نژاد رئیس شما باشد. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفید. گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. دقیقاً الان فقیه سالاری با مردم سالاری با هم متعارض شده است. ولایت فقیه یعنی همگان میباید از ولی فقیه اطاعت کنند. مردم سالاری دموکراسی یعنی این که همگان از جمله فقها میباید از اراده اکثریت تبعیت کنند. در دهه اول انقلاب این مسئله اتفاق نیفتاد، چون هیچ وقت اکثریت مردم با رهبری جامعه زاویه نداشتند. الان اتفاق افتاده است. تعارضی که در قانون اساسی بوده است خودش را نشان داده است. باید بین اینها یکی را انتخاب کرد. کسی از جانب خدا نصب نشده است. افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند. امروز بزرگترین مراجع تقلید منتقد این حکومت هستند. بزرگترین علمای دین منتقد این حکومت هستند. با کدام زبان بزرگ اعلم مراجع تقلید شیعه باید بگوید این حکومت نامشروع است؟ کسی که شرایط عدالت، تدبیر، برخورداری از رأی اکثریت را از دست بدهد حکومتش نامشروع است، نیازی به عزم ندارد، منعزل است. این سخن دینی است برای کسانی که به دنبال حجت‌های دینی می‌گردند. اگر با ضوابط حقوق بشر هم بخواهیم دنبال بکنیم، همه ضوابط حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است. حاصلش این که ما امروز در مقابل حکومتی قرار گرفته ایم که از زور عریان دارد استفاده می کند علیه مردم خود. و این مردم بیدفاع صرفا می گویند ما می خواهیم به آن چیزی که در قانون ما نوشته شده است عمل کنیم، چیز بیشتری نمی خواهیم. لذا ما نه قائل هستیم کسی از جانب خدا منصوب شده، نه معتقدیم کسی بر ما ولایت دارد، نه معتقدیم ولایت مطلقه دارد. معنای ولایت مطلقه می دانید یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که همه قدرت، اما از قدرت قانونگذاری، قدرت قضاوت، قدرت اجرایی، قدرت مسلح، قدرت تبلیغاتی رادیو تلویزیون، همه در دست یک نفر باشد. بسیار خوب، الان همه در دست یک نفر است. آیا مسئولیت را قبول میکنید؟ آن چیزی که ما الان با آن مواجه هستیم مجلسی است که نمیتواند از جانب خود تصمیم بگیرد، چون توسط شورای نگهبان مهر چینی شده است. قوه قضاییه است که انگار تاکنون خواب بوده است. آیا قضات ما استقلال دارند؟ من دقیقاً به یاد دارم در زمان قبل از انقلاب، هر زمان که پرونده سیاسی تشکیل می شد، قضات شریف دادگستری آن زمان زیر بار اوامر اعلی حضرت همایونی نمی رفتند. شاه مجبور می شد برای محاکمه مصدق و بازرگان دادگاه نظامی تشکیل بدهد. می دانید معنای این سخن یعنی چی؟ یعنی دادگستری شاه سالم بود. دادگاه نظامی علیه مصدق حکم کرد. دادگاه نظامی بازرگان را محکوم کرد، طالقانی را محکوم کرد، نه دادگاه عادی. و امروز ما می‌بینیم که نیازی به دادگاه نظامی ندارن. دادگاه عادی مثل آب خوردن بلافاصله حکم صادر می‌کند. در بسیاری از این دادگاه‌ها با یک تلفن حکم صادر شده است. قاضی تصمیم نمی‌گیرد. رئیس قوه قضاییه نوعاً فردی تشریفاتی است. کارها جای دیگری تعیین تکلیف می شوند. و لذاست که می بینیم کجای دنیا سراغ دارید که بدون حضور وکیل محاکمه انجام بشود.
فرد محکوم، فرد متهم 45 روز از دنیای خارج بی خبر باشد، در دادگاه شرکت بکند و مجبورش کنند اعتراف کند. این اعترافات چه ارزشی دارد؟ کدام مجمعی میتواند این اعترافات اعتبار بنهد؟ صرفا میخواهند قبل از مراسم تحلیف قصه هایی را که سر هم کرده اند به مردم تحویل دهند. این کیفرخواستی که صادر شده است سند بسیار با ارزشی برای سقوط جمهوری اسلامی است. این به سرمقاله روزنامه کیهان شباهت بیشتری دارد تا به یک کیفرخواست حقوقی. تنها چیزی که در آن یافت نمی شود مسائل حقوقی است. جالب اینجاست که اکثر این کیفرخواست قبل از این به عنوان برنامه انقلاب مخملی در خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان منتشر شده و من شخصا آن را خوانده بودم. این اسمش کیفرخواست نیست، سر و ته ندارد، هیچ کدام از مسائل مشخص نیست. آیا اگر کسی خواست این را من با وضوح و شفافیت ذکر میکنم، در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب میشود. تمام این عزیزانی که از سران اصلاحات که الان در زندان هستند هیچ جرمی ندارند جز کار تشکیلاتی برای استقرار دموکراسی در ایران. مگر میتوان پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر میتوان حزب داشت و برای رسیدن به قدرت از طرق مسالمت آمیز و قانونی استفاده نکرد؟ اسم این کار رو گذاشتن انقلاب مخملی. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتند، نگفتیم اینها میخواهند به شکل نرم قدرت را از ما بگیرند. من با وضوح میگویم بله، ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایرانند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرند. تمام علمای علم سیاست مطابق این کیفرخواست عین جرم است. بحث ترانزیشن تو دموکراسی، انتقال حکومت جامعه به سوی دموکراسی، امروز زنده ترین بخش علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. مطابق نظر این افراد جاهل و بیسوادی که بر کشور ما حکومت میکنند، اینها اسمش انقلاب مخملی است. در این صورت همه دپارتمان های علوم سیاسی در دنیا میباید تعطیل شوند. در ایران ما نیازی نداریم، چون اینها جاسوسی است، این عین جاسوسی است. اگر فرض کنید بنده با بزرگترین فیلسوف زمانه یعنی هابرماس آلمانی ملاقات کردم، میگویند نگفتیم تو داشتی با او درباره براندازی صحبت میکردی. من با بسیاری از فلاسفه ملاقات کردم و خواهم کرد، بسیاری از اساتید. مگر میتوانید جلو مراوده های علمی ما را بگیرید؟ توی این کیفرخواست رو بردارید بخوانید، با رورتی ملاقات شده است، با کین ملاقات شده است، با هابرماس ملاقات شده است. اینها آمدند که ایران را عوض کنند. بسیار خوب، ما میخواهیم به شکل علمی، قانونی و مسالمت‌آمیز این مفاسد شما را اصلاح کنیم. بیش از آن که از امثال هابرماس و رورتی هم استفاده کنیم، بنده از قرآن و نهج البلاغه استفاده میکنم، مگر اینکه بگویید این متون هم ممنوع است. همچنانی که الله اکبر امروز جزء جرائم دوستان ما در زندان است، خواندن نهج البلاغه هم به شرح ایزن. چرا؟ چون بیشترین چیزی که ما را تحریک میکند علیه شما این مطالبی است که امام علی به ما یاد داده است. امام علی به ما فرمود شنیدم که لشکریان من زمانی که به سوی معاویه میرفتند از شهری میگذشتند، دختری یهودی را یافتند، زیور پایان دختر خلخار را به زور از پایش در آوردند. علی میگوید من که این خبر را شنیدم همچون مارگزیده به خود میپیچیدم، از خدا تقاضای مرگ کردم. گفتم علی بمیرد بهتر از این است که در زمان فرمان روای او به ظلم از یک ذمیه دختر یهودی بخواهد خلخال به در آورند. آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی از خدا تقاضای مرگ نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده است؟ با درود بر شما هموطنان گرامی، خب هر کسی که به فرمایشات این آقا محترم گوش کنه داره عجب مرد آزادی، چه حرفای خوب میزنه. ولی در زیر این لایه
که این سخنان گفته می شود چیزهاست. یکی این که می گوید که همواره از اون 10 سال اول انقلاب صحبت می کنه. و بیشترین جنایات که توسط اون قاتل بزرگ در روزگار همون امامی که میگوید روحانیان طلایی بوده در اون روزگار شد. از اینها چند تا سوال باید کرد از این آقای کریبن. آیا شما موافق تیرباران مجاهدین گروه های چپ و ملیون یعنی پشتیبانی میکنی یا نه پشتیبانی نمیکنی؟ آیا شما با قتل احمد کسروی موافق هستید یا موافق نیستید؟ اینها رو بایستی از این سوال ازشون کرد. یکی همی که میگوید که ملت ما میگوید ما قانونمان را میخوان. شما نماینده چند نفر هستید؟ ملت میگوید ما این رژیم را نمیخواهیم. ملت تا اونجا که ما شنیدیم بودن مرگ بر استبداد. و مشکل اصلی این نیست که علی خامنه‌ای برود و تو بیایی یا دوستان شما بیان به نظر من. مشکل اصلی این قانون اساسی است که شما بهش وفادار هستی دوست عزیز آقای کندی برد. من که شما رو نمیشناسم، دوست من هم نیستی، این اصطلاح اشکال اصلی در واقع گرفتاری این است که در این قانون اصلی، این قانون اساسی به نام مابعد الطبیعه شروع شده است. آقا به نام الله موهوم. مردم ایران همه خدا 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 پرست هستن. خود بنده به خدا اعتقاد دارم. اما قانونی که برای مملکت نوشته میشه چون هر کسی خدا رو به وجهی تعبیر و تفسیر و تبیین میکند. شما نمیتوانید الله رو استاندارد خدا بکنید، تحمیل کنید جامعه در قانون اساسی بیاورید. این است که ما بهتر حواسمون جمع باشه، فریب اینها رو نخوریم. میگه مردم ما میگوین ما قانونمان را میخوام. کدوم قانون؟ قانونی وجود نداره که، چه تفاوتی میکنه؟ مشکل این قانون اساسی است. این قانون اساسی بایستی به طور کل به زباله‌دان به قول معروف کلیشه از تاریخ بیفته و از نو نمایندگان ملت ایران متناسب با فرهنگ ایران زمین و سوابق تاریخی است. قانون اساسی مدرن و دموکراتیک و سکولار و افرادی مثل این وجود محترم هم حق دخالت در کار سیاست و قانون نداشته باشند، تشریف ببرند مسجد، مگر اینکه این لباس رو تحویل بدهند و عرض میکنم که از اون حزب شیطانی بیرون بیان تا بتوانند در کار مثل اروپا و آمریکا و جای دیگر. حالا این من با هابرماس چیز کردم، عرض کنم که میخواد یک اعتباری هم در فلسفه بگیرد. آقا خیلی از شما آخوندها با این فیلسوفان بزرگ اروپا رویارویی شدن، حرفی هم برای گفتن نداشتن. نمونه‌اش جمال اسدآبادی بود با مناظرش با ارنست رنان. حالا ارنست رنان کجا؟ سید جمال اسدآبادی کجا؟ با هم صحبت میکرد. اینها مغالطه است. ضمن این که عرض کنم که سخنان زیبایی گفت، اما دارویی که ایشون دارد در واقع نسخه نویسی میکند بیماری این جامعه رو عرض کنم که التیام نخواهد داد. اجازه بفرمایید که خلاصه خبری سپهر گرامی برای شما پخش میکنن. ما برمیگردیم خدمت شما و داستان مسلمان نشدن ابو طالب که مرد بزرگی بود و انسان در واقع چگونه عرض کنم شریفی بود در مکه و ایستاد در واقع در مقابل فشارهایی که پسر برادرشون وارد میکردن که ایشون رو مسلمون کنند. از نست سریع تبری رو من در اختیارتون میذارم تا چند دقیقه دیگه. بسیار خوب. قدیم وقتی به یک کسی یک شغلی میداد، به یک جایی میرسان، بعد اون کاری که میباست انجام نمیشد میگفت اون خری که من به پشت بام بردم خودم میآورم پایین. اما این داستان ما و این حکومت جمهوری اسلامی تفاوت‌ها دارد با اون ضرب المثل، به جهتی که فرض کنیم ما یه خر بردیم رو پشت بام، خر بیچاره ایستاده، می‌بینیم دمش می‌گیریم بیاریم پایین. اما اگه این خر
700 800 تا کفدار و 40 50 تا نمیدونم درنده بود، عرض کنم که آدم خور این هم دور و برش بود، دیگه کار خیلی خیلی مشکل تر خواهد شد. این دوست عزیز ما که اینجا داشت سخنرانی میکرد، خیلی هم آتشین رو صحبت میکرد و اینها، بایستی بداند که ملت ایران تا زمانی که دین در حکومت نقش دارد به جایی نخواهد رسید و جز برانداختن این دولت و این حکومت از بنیاد و نشاندن آخوند در جای تاریخی خودش که منبر هست و مسجد، چاره‌ای و در واقع چگونه از کنم دارویی برای این بیماری بزرگ که بر سر ملت آمده است ما سراغ ندیم. خیلی خوب، برویم ببینیم که این داستان ابو طالب چه بود. آقا این ابو طالب مرد بزرگ مکه، مرد محترم و در واقع عموی رسول، داستانش چه بود و لحظات پایانی عمرش چه کرد؟ و حامی رسول بود، حالا داستانش خیلی بلند هست. و از رفتاری که مردم مکه داشتن با پیغمبر اسلام پیداست اینا آدم های مدنی بودن، یعنی اومدن مذاکره میکردن. بارها عرض کنند که آمدن و خواهش کردن که آقا به این پسر برادر تو اینقدر توهین نکنه به دین ما، اینقدر فوش نده به این چیز اینا. اگر مردم مثل اسلامیون میخواستن عمل کنن، همون دو روز اول میفرستن ایشونو میکشتن. این کارو نکردن، توحش نشون ندادن، در حالی که از این سو به محض اینکه جمع شدن در مدینه حمله به کاروانها و کشتن و بیچاره ها و اینها شروع شد. حالا یک روز پیغمبر علیه السلام به خانه شده بود و هنوز ننشسته بود، کس آمد که بو طالب بمرد. این نصف موجز سامانی است، یعنی جان مطلب رو بیان میکنه بدون اتناب، بدون ابهام و بدون استعاره ها و آوردن اشعار، جان مطلب رو به کوتاه‌ترین وجه. خب که بو طالب بمرد، پیغمبر از خانه بیرون آمد و بهش تاد و ردا بر زمین همی کشید، چون بدو رسید او را به نزع مرگ یافت. رفتید که ابو طالب به مرگ نزدیک است، چشم پراب کرد و ابو طالب جان همی کند. پیغمبر علیه السلام پیش او به زانو اندر افتاد و نرم نرم او را همی گفت یا ام. ابو طالب چشم باز کرد و گفت ای پسر چه خواهی؟ پیغمبر زانو زد مقابل بستر ابو طالب و به آرامی میگفت عمو جان. عمو خیلی احترام داشت. بعد ابو طالب چشم باز کرد و گفت ای پسر چه خواهی؟ گفت اون که بگویی لا اله الا الله. ابو طالب چشم فراز کرد، یعنی چشمشو بست. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و انیکات بخوانید و در فراز کنید، یعنی در ببندید. میگوید بو طالب چشم فراز کرد، یعنی چشماشو بست و گفت خب چشم فراز کرد تا زمانی پیغمبر دیگر باره نرم نرم همی گفت یا ام. بو طالب گفت همو ابو طالب. او دیگر باره چشم باز کرد و گفت ای پسر چه خواهی؟ گفت بگوی لا اله الا الله. ابو طالب دیگر بار چشم باز کرد. بار سوم پیغمبر پیش او زاری همی کرد و میگریست و میگفت یا ام. ابو طالب چشم باز کرد و گفت ای پسر چرا چندین سختی کنی؟ و چقدر من اذیت میکنی؟ ای پسر
چرا چندین سختی کنی؟ گفت یا هم اگر تو یک بار این کلمه بگویی لا اله الا الله، روز رستخیز زیر عرش خدای روی از این خلق بگردانم و چندان لابه کنم و روی بر خاک مالم و زاری کنم به نزد خدای عز و جل و خواهش کنم تا تو را از دوزخ برهانم و با خیشتن به بهشت برم. گفت یه بار شما بگو لا اله الا الله. حالا جالب اینجاست، نکته اینجاست که محمد رسول الله هم که جز شهادتین رو روش نمیشده دیگه بگه، چون ایشون میدونه خداستان چه خبره. این هست که به لا اله الا الله بسنده کرده. این نکته خیلی خیلی مهمی است به عموش. نگفته بود که اصلا من محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله شو نگو. خب گفت اگر فقط لا اله الا الله شو بگی من روی از این خلق بگردانم و به خدا زانو زنم چنین گریه کنم و تو رو از آتش جهنم دارن. آخرین مرد داره میمیره بیچاره، عوض این که تشکر کنه و بگه خدا تو رو بخشید به خاطر خدمت من کردید، داره میگه که اگه نگه لا اله الا الله میری به جهنم، من برات پارتی میشم و اونجا روبرا میکنم وضعیت رو. اینا چیزهاییست که بینابین گفته های مبرخ بایستی بیرون کشید. خلاصش خب چنان لابه کنم خب تا تو را از دوزخ برهانم و با خیشتن به بهشت برم. دوتایی که شما را میبرم به بهشت. بوطالب بگریست و گفت دانم که راست گویی، ولیکن از بحر ملامت مردم نتوانم گفتن که چون من بمیرم از پس مرگ من عرب به حیه های خیش و مکیان به مجلس ها اندرون و زنان قریش بر سر دوک و چرف و حیه ها چنین گویند که بوطالب از مرد بترسید و به وقت جان کندن دین پدران دست باز داشت. اینو میگن مرد پرنسیپ، مرد اصولی. یکی از گرفتاری های عمده این سیاست مداران ما و این رهبران مملکت ما این است که این اصلا پرنسیب نداشتن، یا ترسو بودن یا دوز بودن، پول می گرفتن. دو مرد اصولی من می شناسم در این تاریخ 2300 ساله ایران، یک میرزا تقی‌خان امیرکبیر، دو دکتر محمد مصدق. خمینی هم دروغگو بود با همه جسارتی که داشت و اینها موضع عوض میکرد. ابو طالب هم مرد بزرگی بود و مردی بود اهل پرنسیب. گفت تو بهشتتون رو نمیخوام، زنای عرب پشت این چرخ ها این دوک ها دوک میریسن. را یکو میزن بوطالب بزرگ عرب بزرگ قریش از ترس مردن دین اجدادیش رو فراموش کرد و رفت یه دین جدید گرفت. بله که بوطالب از مرگ بترسید و به وقت جان کندن دین پدران دست باز داشت. دست باز داشت یعنی رها کرد و دیگر بار چش فراز کرد. دوباره چشماشو بست ابوطالب برای بار چهارم پنجم. پیغمبر علیه السلام بگریست به آوازی سخت و نتوانست تن خیشتن نگاه داشتن، یعنی تنش می لرزید، خیلی عمر دوست داشت، عمو پشتیبانش بود و نگهدارش بود و جانش رو حفظ کرده بود. وقتی ابو طالب مرد ایشون گریخت از مکه به مدینه، تا ابو طالب زنده بود نگهداریش میکرد و ابو طالب را زبان بگرفت و پیغمبر علیه السلام او را همچنان میخواند و او هیچ نتوانست گفتن و نه چشم باز توانست کردن. دیگه زبون ابو طالب گرفت و دیگه نمیتونه سخن بگه یا چشماش باز کنه. و پیغمبر همچنان با چشم پر آب نرم نرم یا ام میگفت. خیلی لطیف نوشته شده این بخش و خیلی لطیف ترجمه شده در هم روزگار سامانیان. یکی از زیباترین نثرهایی که ما در دست داریم همین ترجمه تاریخ طبری است که
در واقع اولین نسل مفسر فارسی دری است که خوشبختانه بر جای مونده. بله، پس خدای عز و جل جبرئیل را فرستاد و گفت بدان ای محمد که تو این دین اون را نتوانی دادن که تو خواهی، ولیکن من که خدایم این دین اون کس دادم که خود خواهم، و هو اعلم بالمهتدین، و من که خدایم بهتر دانم که این دین دین من بر که سزاست. خب اینجا مغالطه شروع شد. وقتی که دید که تأثیری ندارد اینجا گفت پس انداختش گردن خدا. خدا فرستاد که آقا چه کارش داری، من اون دینی که میخوام خودم میدم. خب این ببینید این چه تضادی و چه مغلطه بزرگیست. اگر که اون خدا دینش میخواد بده، پس این شمشیر کشی ها و مردم مسلمون کردن و زور گفتن و اینا بس چه بود؟ اگر خدا میگفته است که من اون دین رو به اون کس میدم که سزاست، پس دیگه وجود شمشیرکش و خالد ابن ولید و علی ابن ابی طالب و ابو عبیده جراح و مسنی ابن حارثه و این همه لشکرکشی که مردم مسلمون بکنی به زور شمشیر، اینا چی بود پس؟ ایناست مغالطاتی که داستان از کنم اسلام عزیز. دین خود اون کس دادم که خود خواهم، و من که خدایم بهتر دانم که این دین من بر که سزاست. و جبرئیل پیغمبر را تعزیت کرد، یعنی تسلیتش گفت، تعزیت کرد، تسلیت کرد و گفت یا محمد دل خوش دار که این عم تو گرامی تر نبود بر تو از اون که پدر ابراهیم بر ابراهیم. و او بسیار جهد کرد در حیات پدر و در وقت نزع او که او را به دین آورد، و چون خدای تعالی نخواسته بود نتوانست، پس صبر گزید و به قضای ایزدی راضی شد. تو نیز یا محمد صبر گزین چنان که پدر تو ابراهیم. اینم یه مغلطه دیگه است که اصلا هیچ مناسبتی بین محمد که عرب بود با این داستانهای یهودیان به ابراهیم چه ربطی داشت به ایشون. خلاصه دیگه پیغمبر علیه السلام نومید شد و دانست که کار ببوده، یعنی کار از کار گذشت ابو طالب. و چون ابو طالب را زمان بگرفت، پیغمبر از بالین او بیرون آمد. چون به خانه رسید ابو طالب بمرد. بله، پس علی سوی پیغمبر آمد و گفت یا رسول الله این عم تو گمراه بمرد. نگو پدر من. یه حضرت علی آمد گفت یا رسول الله عم عجب عجب عموی کافری داشتی، این عمه تو گمراه به پیغمبر بگریست. پس گفت یا علی برو و او را بشوی و به گور کن و بفرمود که بر او نماز کن. و پیغمبر علیه السلام خود بر سر شستن او به سر گور او نیامد، ولیکن علی را بفرمود. و علما و فقها بدین معنی حجت گیرند و گویند اگر کسی کافر بمیرد و مردی بزرگ باشد شاید که او را بشویند، و اگر پسری مسلمان باشدش شاید که به وقت مرگ بر بانین او بنشیند و چون بمیرد او را بشوید و به گور کند. بله، و بر سر گور او باشد، چنان که پیغمبر علیه السلام علی را فرمود اندر کار ابو طالب. و به خبر دیگر روایت کنند که پیغمبر بر سر گور ابو طالب شد و از پس جنازه ابو طالب بشد و بر مرگ ابو طالب سخت اندوهناک و غمگین گشت. این جان مطلب بود. حالا یه آقای میاد و داستان کتک زدن امام در 20 سالگی یه مرد 70 ساله افتخار میکنه. اگه وقت هست پخش کنین لطفا، وقت زیادی نیست. سپر جان اگه وقت هست اون قطعه اون آخوند رو هم پخش کنین لطفا. نه خواستم لباس پاره ارزه نیست، ما مشکلم تو مملکت خواستنم مشکل ارزه. ببینید من اینو نمیدونم گفتم یا نه، من رفتم پلو آیت الله بهادینی گفتم ما از امام خمینی اون چه دیدیم پیری دیدیم، امام رو در ریش سفیدی دیدیم. شما از جوانیات با امام خمینی بودی، یه خاطره از جوانی امام نمیتونی برای ما بگی؟
گفت چرا میگم؟ یه خاطره گفت که امام در 21 سالگی به یک آدم نااهل که 75 ساله بود یه جسارتی کرد، زد تو گوشش. امام 21 سالش بود، او 75 سالش بود، زد تو گوشش که عینکش افتاد چهار قطعه شد. آیت الله بهادینی رحمت الله میگه من بودم دیدم صحنه را. بعد وقتی از پاریس میاد تو بهشت زهرا به شاپور بختیار، میگم من تو دهن این دولت میزنم، این پدر جوهرشو داشته از جوانی. مسئله جوهر، ما الان اطلاعات هست ولی حال کار نیست. علتی که سن ازدواج بالا رفته، آخه من او هفته پیشنهاد کردم که اگر کسی طرحی داره بده. خب ببینید هموطنان گرامی، خودتون قضاوت کنید. این افتخار به توحش نیست که یه بدن 20 ساله اونقدر رقیق باشه که سیدی بزنه تو گوش یه آدم 75 ساله که عینکش بیفته خورد بشه و یه آدم سفیه احمد مثل این آقا افتخار بکنه و این رو دلیل جربوزه بدانه. اینها در واقع ذات اینها وحشی هستن، اینها آدم مدنی نیستن، اینها آدم های وحشی هستن. خلقیات و رفتارشون فکری اینها به دلایل واضح با توحش توام هست، با تجاوز و توحش و بی احترامی به ذات انسان اینها وجودشون عجین هست. اینا جاشون سر قبرستان هست و توی مسجد، نه سریر قدرت کشور مثل ایران و مردم بزرگ و شریفی مثل ملت ایران زمین. من از شما سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان. از سپر، از کامران عزیزم اینجا، از همه شما که وقت گذاشتید و سخنان ما گوش دادید. برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. تا اون برنامه، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.